زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر جد. بفرمایید. بنده در سال 1324 شمسی در شهر مقدس قم در یک خانواده کاملا روحانی متولد شدم. این که گفتم که کاملا روحانی به دلیل این جهت که وقتی که خودم رو شناختم و چشم رو باز کردم، هرچی دور و بر خودم میدیدم روحانیون بودن. مادر من دختر مرحوم آیت الله عظما هاشف عبدالکریم حائری یزدی است. مرحوم آیت الله هاشف عبدالکریم حائری یزدی به دعوت مردم عراق برای تدریس علوم اسلامی و ایجاد یک حوزه دینی در عراق به عراق تشریف آورده بودند. مردم از میرزای شیرازی کسی رو خواسته بودند که میرزای شیرازی ایشون رو میفرستند. ایشان در عراق چون همسر سابقشون فوت کرده بود و بدون همسر بودند، همسری انتخاب میکنند برای خودشون. از اون خانم که خانم عراقیه هست در عراق ازدواج میکنند، سه فرزند برایشون خداوند عنایت میفرماید، یک دختر و دو پسر. دو پسر ایشون دو شخصیت عالی قدر علمی است که فکر میکنم شما ایشان رو بشناسین. یکی آیت الله هاشف مرتضای حائری که پسر بزرگ مرحوم شیخ مؤسس حوزه هست، و دومی آیت الله مهدی حائری یزدی، دکتر مهدی حائری یزدی که معروف به جامع الحکمتین هستن. ایشون هر دو بزرگوار از عالمان نامدار شیعه هستند و یک دختر که اون مادر من است. یکی از سردهایی که برای من خیلی جالب بود این بود که ظاهراً میرزای شیرازی دوم، یعنی میرزای کوچک معروفه، به مرحوم هاشف عبدالکریم نامه‌ای می‌نویسد که شما برگرد، چون حوزه عتبات به خصوص حوزه‌ای که سالیان سال سابقه داشته الان چندان رواجی نداره و من پیر شدم و شما برگرد در اونجا و شما اونجا مورد احترام خواهی بود و می توانی حوزه رو اداره کنی. از ایشون خواسته بود که برگردد به عراق. ایشان در جواب می نویسد که من وضعیت ایران را رو به تباهی می بینم. این کلمه عجیبی استعمال کرده ایشون در اون نامه، من وضع ایران را رو به تباهی می بینم و راه چاره ای
به نظرم نمیرسد جز اینکه حوضه‌ای در نزدیکی تهران تأسیس شود. و من پیشنهاد میکنم به جایی که من بیام در عراق، شما بیایید به ایران. مرحوم میرزا نامه‌ای در جواب می‌نویسد که اون نامه الان تو اسناد ما هست و می‌نویسد که اگر این چنین است شما به وظیفه شرعیتون عمل کنین، همون شما بمانین، دیگه لازم نیست که ما بیاییم و ما شرایطمون اجازه نمیده که ما بیاییم. ایشان وقتی که در قم حوزه رو تأسیس میکنن سال 1300 شمسی است. من در حقیقت ایشان رو ندیدم، یعنی 10 سال یا 9 سال بعد از تولد، بعد از وفات ایشان بنده متولد شدم. پدر من سید محمد موسوی یزدی معروف بوده. ایشون در سنه 1309 شمسی به دامادی مرحوم حاجی عبدالکریم در میان، یعنی خواستگاری میکنن از دختر ایشون و داماد ایشون میشوند. در اون زمان چون همین یک دختر ایشون از این خانم عراکیه داشت و خواهران دو تا پسراش بود، معروف شد که این اسم محمد موسوی یزدی داماد حاجی عبدالکریم شده. چون اون وقت یک طلبه فاضلی بود، همون زمانی رو که به دامادی شیخ برگزیده میشه جزو طلاب فاضل و نامدار، از نظر فضلی نامدار بوده که شخص فاضلی است این خود. و اون چه که موجب میشه که مرحوم شیخ هم قبول بکنه این درخواست رو، همون حالت فضل و فضیلت و تحقیق و درسخانی این سید بوده. به هر حال وقتی که می آمده تو مدرسه هی بگفتن که سید داماد حاجی عبدالکریم. از طرفی همون زمان هم نامداری ایشون به تحقیق بوده، یعنی خیلی دقیق بوده و اون وقتاتی کلمه پژوهشگر اینها اون وقت استعمال نمی‌شد. کسی که خیلی اهل تحقیق بوده بهش گفتن محقق. ایشون وقتی رفته که شناسنامه بگیره، در شناسنامه گفتن که اسمت چه لقبی برات انتخاب کنیم، چون موسوی و اینها یه لقب بیشتر سادات موسوی بود. من گفت بنویسید که خود همون رئیس سجل احوال میشناخته ایشون و آشنا بوده و علاقه داشته به این طلبه جوان و میدونسته که ایشون مشهوره به اهل تحقیق و اینها. میگفته چطوره بذاریم؟ ایشون هم گفته بسیار خوب بذارید. ولی پسوند این محقق رو اون روستای منو بذارین، روستایی که من در اونجا متولد شدم. اون روستا اسمش احمد آباد بود، نزدیک اردکان، اردکان یزد. یک روستایی بود اون روز، حالا یه مقداری بزرگتر شده، شهر شده، شاد شده، اسمش احمد آباد بود. و گفت بگذارید محقق احمد آبادی. در شناسنامه شد محقق احمد آبادی. کم کم وقتی که توی مدرسه و توی خیابان و تو کوچه و اینها به دامادی شیخ مشهور شد، بعدم مرحوم شیخ در همین 6-7 ساله‌ای که در حیات ایشون بود جلسه استفتاءات فقهی ایشون رو ایشون اداره میکرد و مشهور شد به این مسئله، شد محقق داماد. دامادی به خاطر داماد حاجی عبدالکریم بودن، این لقب برای ایشون ماند. و البته ما بعد از فوت ایشون بنده این لقب رو امضا کردم و تا الانم به همین نام شهرت دارم، ولی در شناسنامه هنوز محقق احمد آبادی است. البته بنده چون همون وقت که به اصطلاح امضا کردم به این نام، شاید فامیل های بستگان دیگه من مثل آقای اخوی من اینها این امضا رو نمی کردن، ولی من امضا کردم که شناخته شده باشم، به خصوص بعد از فوت پدرم ترجیح می دادم که با این پسوند استعمال بشه. 3 برادر بودیم و 1 خواهر. یک برادر از من بزرگتر بود، حدود 3 سال و خورده ای از من بزرگتر بودن، که الانم در قم از شخصیت‌های عالی فقهی و شخصیت نامدار برازنده فقهی هستن و فقیهی بزرگ
حضرت آیت الله سید علی محقق داماد برادر بزرگ بنده است، هم اکنون از مدرسین درجه یک حوزه علمی قم هستم، در فقاهت بالا هستم. یک برادر از من کوچکتر بود که من برادر وسط بودم. برادر کوچکتر من مهندس جعفر محقق یک شخصی بود از نظر هوش و استعداد کم نظیر بود. واقعا من معجب بودم درباره هوش و ذکاوت این بزرگوار و جالب این است که پرمطالعه بود خیلی. بس تمام کتاب‌هایی که تو کتابخانه‌اش بود معمولاً خونده بود و حاشیه زده بود. یک مدرسه‌ای بود در نزدیک منزل ما، کوچه یک کوچه پایین‌تر منزل ما. این مدرسه بهش می‌گفتن مدرسه اسلامی. مدرسه اسلامی منظور مدارسی بود که از تهران آشخباسلی اسلامی تحت عنوان جامعه تعلیمات اسلامی در سراسر کشور تأسیس کرده بود، از جمله یک مدرسه در قم تأسیس کرده بود به نام مدرسه اسلامی. بهترین نقطه امتیاز یک مدرسه این بود که این سختگیری زیاد بکنه، رحم به بچه نکنه، رحم به هیچ دانش آموزی نکنه، با کمال خشونت با بچه ها برخورد بکنه اگر کار بدی کرده باشن. از کلاس چهارم به بعد پدر ما ما رو بر یک مدرسه دیگری گذاشت که اندکی با منزلمون فاصله بیشتر از اون مدرسه داشت. ما رفتیم به اون مدرسه. اسم اون مدرسه مدرسه باقریه بود، مدرسه باقریه. علتش این بود که یک سیدی اون مدرسه رو تأسیس کرده بود به نام سید باقر برقعی، سید محمد باقر برقعی. اسم اون مدرسه هم گشود باقریه. ما به اون مدرسه رفتیم، از کلاس چهارم به بعد به اون مدرسه رفتیم. به دلیل اینکه ششم ابتدایی باید میرفت مدرسه، باید میرفت اداره فرهنگ، ما که شناسنامه نداشتیم، سجل نداشتیم به قول معروف، مجبور بودیم که از مدرسه که می از امتحان ندهیم. کلاس ششم هم به قول من کارنامه کلاس ششم پیدا نکردیم، چون کارنامه کلاس ششم اداره فرهنگ میداد. لذا ما نزدیک بعد از بهار سال 1300 و عرض کنم که 60، بله سال 1360 دیگه بهارش که هنوزم بچه‌ها داشتن مدرسه می‌رفتن که چند روز دیگه باید می‌رفتن امتحان می‌دادن، ما مدرسه رو ترک کردیم، چون دیگه آمادگی امتحان شرکت در امتحان نداشتیم. بله دیگه جالب اینه که ما خودمون، من و اخوی، به خصوص آقای اخوی اقدام کرد طفلک، برای من و خودش و برادر کوچیکم شناسنامه گرفتیم. تازه بعد از کلاس ششم که دیگه حالا اومدیم طلبه شدیم شناسنامه گرفتیم. در یک فضایی مثل فضای خانوادگی ما گزینه‌های بسیاری وجود نداشت ذاتاً، یعنی گزینه‌ها خیلی محدود بود. هر چی ما چشم باز می‌کردیم دور و برمون همه افرادی بودن که داشتن همین درس طلبگی سنتی رو می‌خوندن، جوانهایی که توی خانواده ما بود یا کاسب بازار بودن. یکی دو سه نفر از نزدیکان خانوادگی ما اینا به درس دبیرستان می رفتن، درس جدید می خوندن. بقیهشون همه از اون دو شغل بیشتر نبود، یا بازار بودن یا طلبه بودن. نزدیکان دوروبر ما، دایی‌های ما که روحانی بودن، پدر من روحانی بود، پسر خاله من روحانی بود، پسر عمه من روحانی بود، تمام اینها از روحانیون نامدار به نام قم بودن. و اما پدرم، نقشی که پدرم داشت اخلاقش این بود که اجبار نکنه و دلش می‌خواست که ما بگزینیم خودمون به طرف طلبش. دلش در ته دلش این بود که ما، یعنی من رو عرض میکنم، برادرم که قبل از من طلبه شده بود و درس میخوند و طلبه نسبتا جوان، تحصیل داشت میکرد، جدی بود در تحصیل، من که به اصطلاح وقت درس خوندنم بود میدیدم برادرم مشغوله و اینها. پدرم دلش میخواست که من هم همون راه رو برم،
ضمناً یه نکته هم هست، خداوند غریق رحمت کنه ایشون رو، همه گذشتگان رو. یه جمله گفت بهت بگم، ممکنه خیلی چیزای تعبیر میکرد آخوندی رو دوست نداشته باشی، ولی بهت بگم درسش چیز خوبیه، یعنی دانشش دانش ارزنده است. من اینو به توصیه میکنم که ممکنه از چیزهای دیگه خوشت نیاد، شغلها و مشاغلش رو همچین طالب نباشی، ولی درسش خیلی درس خوبیه، دانشش دانش خوب، جوری برای ما توصیف کرد که ما هیچ راهی گویا ترجیحی نداشتیم که کار دیگه انتخاب کنیم و رفتیم به طلب شدن، رفتیم آقا که این آسانی. سال 1342 درس های سطح ما تمام شد و تصمیم گرفتیم به درس خارج برویم. از جمله از مدرسین بسیار به نام اون روز قم چند نفر بودن، یکی پدرم بود آیت الله محقق داماد، یکی آیت الله مرتضای حائری، یکی امام خمینی، اینها مدرسین. در کنار اینها یک آقای آمده بود قم که ایشون قبلن در زمان حاج شیخ طلبه قم بوده، بعد رفته بود نجف و الان بعد از تحصیلات زیاد و سوابق زیاد از نجف برگشته بود به قم. حدود 3 سال بود آمده بود قم و این همین آیت الله حاج میرزا هاشم آملی لاریجانی بود. این بزرگوار از دوستان بیت ما بود، از دوستان پدرم و داییام بود. حتی وقتی که میخواست بیاد به قم، اول نامه برای دایی من نوشته بود که من دارم میام و منزل ایشان وارد شدم اولش. این بزرگوار از کسانی بود که 2 استاد بزرگ رو درک کرده بود، یکی میرزای نائینی و یکی آزیای عراقی. این 2 استاد رو هر دو رو درک کرده بود، تقریرات درس آزیای عراقی رو ایشون خودش نوشته بود و یکی از مقررین ایشون محسوب میشد. ایشون اومده بود به قم. در اون زمان ایشون شخصی بود اهل دوستی و رفاقت، برعکس مثلا آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعت مداری، این آیات یا آیت الله، اصلا کسانی که رفیق باشن و خونه دوستانشون برن ما نشیده بودیم، اونا مرجع بودند و در شرایط بسیاری دیگه بودن. اما مرحوم آیت الله آملی لاریجانی اهل دوستی و رفاقت بود، ولی بیشترین دوستی رو با پدر من داشت. با پدر من به گونه ای دوست بود که شب پنجشنبه و شب جمعه 2 شب یکی از اینها میرفت منزل او، شب بعد او میومد منزل ایشون و با هم می نشستن و صحبت میکردند و حرفای دوستانه میزدن. برحال در تابستان بیشتر، در غیر تابستان که ایام درسی بود شب پنجشنبه و شب جمعه. این رابطه خیلی رابطه نزدیکی بود، به منزل ما ایشون میامد، پدر منم به منزل ایشون میرفت، با دایی من هم همینطور، با دایی من حاج مرتضی هم دوست بود. درس ایشون هم در قم یک درس آبرومندی بود، شاگردان مشترکی داشتن این دوتا رفیق و این دوتا استاد، یعنی پدرم و ایشون دوتا افراد شاگردان مشترکی هم داشتن. از جمله شاگرد مشترک ایشون آیت الله جوادی آملی بود. آیت الله جوادی آملی که الان امروز از مراجع تقلید و شخصیتی از جامعه معقول و منقول قم هست، اون بزرگوار اون وقت در سنین جوانی بود و ایشون مقرر درس پدر من بود، درس پدر منو می نوشت، درس آقای آملی رو می نوشت. منزلای ما نزدیک هم خیلی فاصله نداشت بین ما و آقای آیت الله امضا شام آملی. آقای جوادی رسمش این بود که شب میامد دفترش رو میداد به من پدرم، شنبه شب میامد میگرفت
تقریرات مرحوم آقای آملی رو هم همیشون میرفت مینوشت میداد به ایشون و با این هم اینو به خاطر دارم که رفت آمد بود. در این جریان اونی که نقش وساطت ایفا کرد از ناحیه پدر من خواستگاری رو انجام داد به وساطت آقای آیت الله جوادی آملی بود. جوادی آملی واسطه بود که پیغام پدرم را برای آقای آملی بردند. من اینطور که بعدن شنیدم آقای آیت الله آملی فقط با دایی من مشورت کرده بود و کسی دیگه ای رو من یادم نمیاد که درباره من از ایشون سوال کرده باشه. تا اونجایی که بعدن خبر دارم با ازش به هر حال این ازدواج سال 1343 یعنی اواخر 42 که نزدیکای نوروز بود این به اصطلاح انجام شد، این ازدواج انجام شد. بعد از ازدواجم شدم یکی از مدرسین نامدار قم و درس میدادم. رسائلم درس معروفی بود، مکاسبم درس معروفی بود، شرح منظومه سبزوالی عده زیادی شاگردان بودن، اصول فقه مظفر. او هنوزم عده زیادی از کسانی که الان در سنین بالا هستن میان میگن ما اصول درس اصول شما میامدیم. به هر حال اینا همه مال بعد از ازدواج بود. اگر من فرض کنید این ایثار و فداکاریشون نبود به نظرم میرسه که من چندان موفق نمیشدم. در این زمان من شده بودم استاد ادبیات عرب قم. ادبیات عرب تشکیل میشد از صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع. اینها علوم ادبیات عرب بود. صرف بود، نحو بود، معانی و بیان بود، آخرش هم بدیع و عروض و قافیه بود. اینا رو ما باید برای طلاب درس میگفتیم. حالا مدرسین دیگر به ادبیات فارسی در قم چندان مسلط نبودند. شنیده بودم که در مشهد چنین اساتیدی وجود داشتند. الانم شنیدم مرحوم ادیب بزرگ مسلط به ادبیات عرب اشعار فردوسی و سعدی اینا بوده، ولی من ندیده بودم، من که مشهد تحصیل نکرده بودم. اما در قم من که درس میگفتم سبکم اینطور بود، به خصوص اگر مثلا فرض کن میخواستم ادبیات عرض کنم که معانی و بیان بگم، تشبیه مثال کنم، استعاره بگم. استعاره چند جور هست، استعاره کنایی، استعاره مجازی. این تمام اینا رو که میگفتم مثالهای اشعار عرب رو که میآوردم اشعار فارسی هم میآوردم و از اشعار فارسی هم استفاده میکردم. این موضوع بسیار نقطه جاذبه بود برای طلاب نسل جوان و برای این مسئله. و لذا یکی از شلوغ‌ترین درس‌های اون زمان که یک مدرس جوانی تدریس میکرد بنده بودم و درس میگفتم و مشتری درسم نسبتاً زیاد. لذا آغاز تدریسمو از قم آغاز کردم. لذا در تدریس تمرین دارم، یعنی نحوه بیان رو چگونه شروع کنم، از کجا آغاز کنم، برای شنونده چگونه بگویم که به دل بنشیند، خسته نشود. الان هم خدا رو شاکرم که در سنین متجاوز از 70 هستم و درس میدهم، هنوز هیچ وقت کسی ندیدم سر کلاس من ملول بشه، خسته بشه، دهن دره کنه و احساس کنم که دیگه از درس خسته شده. همین بدن عنصری است که در تکامل و تعالی و حرکت جوهری می دهد نفس را، نفس ازش در می. حالا البته با عنایت عالم بالا، همه چیز تحت عنایت فیوز ربوبیست و فیاضیت حقه، اما اینجور نیست که قبلش تو یه جایی نفسستانی اونجا باشه، نفسا رو ساخته باشن، هی اینو بدن به اوی، نه خیر. همین بدن است که در یک مرحله ازش نفس در میاد. بعد از انقلاب چند دانشکده از من دعوت کردم، از جمله دانشکده الهیات، خدا حفظش کنه، نمیدونم الان کجاست، آقای دکتر مهدیزاده، اون وقت رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود. من اون وقت رئیس بازرسی کل کشور بودم.
آمد گفت دانشجوها به من از من خواستن که از شما دعوت کنم براشون درس منظومه سبزواری بگوی. چون من در قم آن وقتی که قمو ترک کردم یکی از درس‌های من درس منظومه سبزواری بود. درس‌هایی که در قم گفتم شرح لمعه رو چند بار، جلدین شرح لمعه رو، اون دو جلدی های بزرگ رو درس داده بودم، رسائل درس داده بودم، اصول فقه مزفر چندین بار درس داده بودم، معانی و بیان و متول و مغنی و اینا رو هم که زیاد درس داده بودم. آخرین درسی که در فلسفه داده بودم منظومه سبزواری بود. این منظومه نوارهاش آمده بود تهران و این موضوع باعث شده بود که دانشجویان دانشکده الهیات از رئیس دانشکده خواهش کرده بودن که از من. آقای مهدی‌زاده یادمه که دایی من مرحوم آقای حائری رو واسطه گرفت برای اینکه بیاد پیش من و از من دعوت کنه برای تدریس در اونجا. بعد دانشکده حقوق. دانشکده حقوق بله، خب دیگه هم من اون وقت از قاضی برجسته کشور بودم، هم تجربه عملی داشتم، هم درسشو خونده بودم، فقه درس میدادم، اصول درس میدادم، حقوق مدنی درس میدادم در دانشگاه تهران. از سال 60 تدریس حقوق مدنی رو آغاز کردم تا 27 سال پی در پی، گاهی سالی دو ترم، یکی چند سالی هم در هر ترمی دو بخش، یکی شبانه یکی روزانه درس میدادم، مدنی، حقوق مدنی درس میدادم. در بعد در ورثه شهید مطهری دعوت شدم از همون سالها به توسط آیت الله امامی کاشانی، از من دعوت کردند که برای تدریس فقه و اصول و فلسفه، هم اونجا هم در هم فقه درس دادم، هم اصول درس میدادم، هم و هم فلسفه. یک دوره منظومه درس دادم در همین ورثه شهید و اما درس‌های فقه دیگه زیاد الان 27 سال که از سال 1363 تا الان میشه چند سال، 63 تا الان من درس دادم در مدرسه شهید مطهری و الانم هم اکنون درس میدم و تعطیل نشده، خدا رو شکر. سوال‌های اساسی در درجه اول به وسیله ایشان آقای دکتر دینانی اساتید دیگه و رونقی میداد که یک در واقع جای مثل افلاطونی میشد، یعنی همه بحث میشد و اینا همه ضبط میشد. علاوه بر این وقتی که اینجا دانشکده شد، مؤسسه شد، همیشه جناب استاد محقق داماد یک حضور بسیار فعالی داشتن، یعنی زوایایی از کار ما می‌دیدن که ما متوجه نبودیم از لحاظ حقوقی، از لحاظ فکری، که مثلا ما همیشه مورد واقعا مشورت می‌کردیم به ایشان. یعنی واقعا اگر یکی از عللی که اینجا سر پا بود واقعا به خاطر این بود که ما بنده هیچ وقت کار رو سر خود نمی کردم و همیشه با ایشان مشورت می کردم با دوستان دیگه، و وقتی که رسمیتی پیدا کرد یا پژوهشگری شد یا مؤسسه شد که 6 تا رشته داد، علاوه بر این که ایشان رئیس بخش های مهمی بودن، بخش فلسفه، کلام، و همیشه در شورای پژوهشی ما حضور داشتن ایشان و آقای دکتر دینانی. در انجمن فلسفه توسط آقای دکتر اعوانی ابتکاری که ایشون کرد، چون ایشون رئیس انجمن فلسفه بود، نه فقط رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه، اون وقت هم رئیس انجمن فلسفه بودن، هم رئیس، ایشون یک طرحی ریختن، گفتن مثل درس‌های حوزه ما یک کلاس‌های آزاد بگذاریم که فقط دانشجون مخصوص نباشه، هر کی دلش بخواد. آقا این درسو که شروع کردن یک مرتبه متقاضی از در و دیوار ریخت، به خصوص درس من که اینطور یک درس گفتم، یک دوره اشارات گفتم، یک دوره شواهد و روبیه درس دادم. بعد دیدم عجب متقاضیان زیادی میان ولی اینها ضمیر برگرداندن و عبارتهای ابن سینا رو معنا کردن و عبارتهای خواجه معنا کردن و عبارتهای ملا صدر رو معنا کردن به درد این عموم نمیخوره، اینا که دانشجو نیستن. لذا من درس شواهد و روبیه رسمی خودم رو منتقل کردم به همون مرسه شهید مطهری که اینا دانشجو هم. اما در اونجا یه فکری کردم و اون فکر این بود که گفتم خب این یه کاری کنم که به درد عموم بخوره.
از طرفی درس باشه، منبر نباشه، خطابه نباشه، هم درس باشه هم مفید برای عموم باشه. و این ابتکار تازه خودم بود، اسمش گذاشتم تفسیر قرآن در حکمت متعالیه. نفس آدمی در درون خودش ملکات میسازه. هر دو دارایی، دارای حسادت، دارای سخاوت، دارای سعادت، دارای شقاوت، اینا در درون خودش میسازد. این ملکات رو این نفس میسازد. نکته مهم اینجاست، این بدنی که الان بهتون گفتم تا اینجا رسید به نفس شدن، اسمش گذاشتیم بدن عنصری. من اومدم این کارو کردم. آیاتی که ملا صدرا در سراسر آثارش استدلال کرده و تفسیر کرده، خب میدونین شون یه دوره تفسیر خودش داره، ولی در لابلای کتابهاش هم این آیات رو به مناسبت آورده و تفسیر کرده. و اینا رو جمع‌آوری کردم با اون تفسیرهایی که ایشون داره، یه نظم دادم به قضیه و اینها رو شروع کردم بیان کردم. این درس الان خیلی مشتاق داره و خیلی مشتری داره به قول معروف. فشار قبر مال اون بدن، البته الان در زمان ما فشار قبر مال وراثه، از بس گیرون قبر انقدر خرجش زیاد که واقعا اونها خیلی گران. در هر صورت فشار قبر از نظر ملا صدرا مال اون بدنه. سؤال نکیر و منکر مال اون بدنه. تمام اونا رو که براتون انشاءالله اگر عمری بود براتون میگم مال اون بدنه. این بدن بدن برزخیست، میمونه. این بدنم برای خودش بدنه. با چی حیات با چی بقا پیدا میکنه؟ دوامش در توجه بفرمایید، دوامش در سایه چی؟ در سایه ملکاته، همون ملکاتی که تو نفس. درسی که خلاصه دوست داشته باشم، درسی است که خودم بهش مسلط. به حمد الله امروز تقریبا دوره حقوق مدنی سنت، حقوق مدنی، نه حقوق تجارت و نه حقوق تجارت بین الملل، بلکه حقوق مدنی یعنی قواعد عمومی قراردادها، یعنی عقود معین، عقود اذنی، عقود معاوضه، اینها رو تقریبا دوره چندم درس دادم و همش هم نوشتم و تألیف شده و آثار منتشر شده. الان نظریه شروط و التزامات جلد اولش منتشر شده، جلد دومش همین روزا از چاپ در میاد. این کارهایی است که قبلا درس دادم چندیم، وقت فوری هم چاپ نمی کنم، یک دفعه می نویسم، دوباره درس میگم، دوباره همون رو تکمیل میکنم، خوب که تکمیل شد اون وقت منتشر میکنم. لذا اینکه فرمودین کدام درس رو بیشتر دوست داری، خدمتتون عرض کنم درسی را دوست دارم که خودم آن را چشیده باشم. ما معتقدیم که به هر حال جامعه مترقی مساوی است با جامعه متفکر. ما جامعه رو یه کاری کنیم که متفکر بار بیاد، حتی اگر فیزیکدانه، حتی اگر فنی، حتی اگر یک نفر متخصص مهندسی، همونی که در هواپیما میسازه، اگر اهل تفکر باشه، بداند که سیاست یعنی چه، مدیریت یعنی چه، خوب چیست و بد چیست، چه شرایطی اگر باشد خوب است، چه شرایطی اگر نباشد بد است، حق او چیست، چه حقی دارد، او اصلا حقی دارد یا ندارد تو جامعه، جامعه برای او حقی قائل است یا نه، اصلا اینا رو ندونه. آیا هیچ وقت مطالبه ای دارد از مدیریت کشور؟ آیا انتظار دارد که چگونه برای حکومت بکنم؟ اگر یک جامعه شما میبینید که روز به روز پیشرفت کرده، به نظر میرسه در سایه تفکر اندیشه و تفکر بوده. سقراط یک متفکر بود.
متفکری بود که آمده بود میگفت حتی دینداری باید بر پایه تفکر باشه. بر پایه تفکر متدین بشید. اگر خداپرست هستید بر پایه تفکر خداپرست. همون رو محکومش کردن به اعدام و جام زهر رو نوشید به عنوان اطاعت از قانون و شهید راه روشنگری شد سقراط. این مسئله بود تا قرون وسطای در غرب و بعد عصر روشنگری. تمام اینها رو حکما، خردمندان، فیلسوفان، متفکران بودن این تحولات رو دادن. فلسفه‌ای میتواند مفید جامعه باشد همونیست که در روایات ما از علم نافع، یعنی علمی که برای جامعه نافع باشد. امروز به نظر بنده بر حکیمان، فیلسوفان، متفکران، حقوقدانان متفکر همه اینا این وظیفه وجود دارد که توده جامعه را با فکر رشد بدهند و روشنگریشون رو عمومی کنند و به اون بدنه جامعه بکشانند. اجازه بفرمایید یک کلمه استعمال کنم که وقتی دیگه توضیح بدم. اخلاق دینی رو از دست داده ایم و اخلاق مدنی هنوز جای اون نگذاشت. اعتقاد ریشش از عقده. عقد یعنی گره زدن، یعنی من رسیدم به یک نقطه جزمی و مغز خودم رو این قضیه گره زدم، اندیشم رو این قضیه گره زدم، دیگه نه بالاتر میرم نه پایینتر میوازم. به این میگن معتقد. من به ذهنم میرسه که این مسئله یکی از آفتهای پیشرفت بشره. به هیچ وجه من پیشنهاد نمی کنم که جامعه معتقدانه زندگی کنه. من پیشنهاد بکنم به جای معتقدانه متفکرانه زندگی کنه. در درون واژه فکر حرکت نهفته است. انتظار دارم چه جامعه دینی ما چه جامعه غیر دینی ما به جای این که بگه من معتقدم به بیدینی بگه من فکر میکنم، به جای این که بگه من معتقدم به دینداری بگه من فکر میکنم به دینداری، هر دو بگن فکر میکنم. اگر فکر به جای هر چیز بنشینه گفتگو برقرار میشه. گفتگو که برقرار شد حق روشن میکردن. جامعه در سایه حقیقت زندگی می کند. این از نظر فکری انتظار من این است که جامعه‌ای در شهروند جامعه‌ای باشم که اعضایش همه اهل فکر و درایت باشم. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. این درسته. 5 فرزند دارم، 2 دارم و 3. تمام اینها تحصیلات عالیه دارم. هیچ کدامشون ناموفق نبودن. همیشه در مزان نیست جابت دعا از خداوند میخوام که من نزد خداوند رو سفید باشم نسبت به داشتن فرزندان خوب. به نظر من فصل بمیز بشری مسئله مهر و محبت، یعنی انسانی که خالی از مهر و عاطفه و محبت باشه نام انسان گذاشتن بر او قابل تردیدی که اصلا این انسان یا نه. محبت رو از انسان بگیرن چیه؟ برای این مسئله اولین کانونی که انسان تربیت یعنی تمرین میکنه حب و محبت و مهربانی رو خانواده است. از اینجاست که انسان تمرین مهر میکنه، تمرین محبت میکنه. از درون خانواده مهر و محبت میاد بیرون و میاد تو جامعه. اصلا جامعه بزرگ شده خانواده است. خانواده از اول یک جامعه کوچیکه، بعد بزرگ میشه، میشه شهر و جامعه، روستا و ده و دهکده و شهرستان و کشور و همینطور. این در حقیقت از خانواده روش میکنه و ما در تربیت اسلامی خانواده رو خیلی براش احترام قائلیم، احترام خانواده. و مسئله توجه به کودک و اینها، اینم یه نکته است که من مطالعاتم این نشونه داده و تجربه‌ام. مسئله همش غریزه و مهر شخصی نیست، بلکه یه نوع درک هم هست که
بچه هایی که بهشون محبت کم شده و کم بود محبت دارن، برای جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن فاجعه خواهد بود. اگر کم بود محبت داشته باشه، به هر حال بچه باید گسیختگی فرهنگی براش ایجاد نشه. باید بدونه برادری داره، عمویی داره، پسر بزرگی داره، مادر بزرگی داره. و یکی از آفات جامعه فعلی ما گسیختگی فرهنگی است. ما نمیدونیم، هر کسی نمیدونه چند تا پسر عمو داره، چند تا پسر خاله داره، پسر خاله هاش کجا هستن. این یکی از مشکلات بسیار مهم الان جهان امروزه. من با این درک لذا برای این مسئله که به اعضای خانوادم برسم و بهشون توجه کنم، اولا طبیعیه و اون رو بعد انسانی براش قائلم و از این صفتی که دارم لذت میبرم، خودم رو ملامت نمی کنم. من برای این که خدای نکرده براشون پیش آمدی بکنه رنج میبرم، ولی از این رنجم لذت میبرم که من برای این مسئله رنج میبرم. رنجیست که همراه نوعی لذت برای من که احساس میکنم هنوز ابعاد انسانی از بین نرفته. ثانیا این که من معتقدم که به هر حال خاطراتی برای اینها باید در آینده باقی بمونه که اینها چه رابطه‌ای با پدر بزرگیشون داشتن و بعدها که ما نیستیم اونها یادشون باشه که چگونه، عرض کنم که با پدر بزرگشون چه ارتباط داشتن. این مسئله رو هم توی پیشوایان بزرگ ما بوده و هم یه مقداری بعد طبیعی داره. قبل از انقلاب اسلامی با مرحوم استاد مطهری یک مرکزی رو در قم به وجود آوردیم برای یک نشر هدفدار. این تعبیرم مال خود ایشون بود، یک مرکز نشر هدفدار. اون مرکز رو ایشون اسمش گذاشتن مرکز نشر صدرا. نشر صدرا، بنده بودم با ایشون و اخوی بزرگمون آیت الله محقق داماد، سلی آقای محقق داماد، سه نفری، بنده، مرحوم مطهری و اخوی، سه نفری یک شرکت به وجود آوردیم. سه نفری مرکزی رو در قم گرفتیم و کتاب های مرحوم مطهری، البته آقای مطهری اصرار داشتن که اختصاص به کتاب یعنی اون اساسنامه این نبود که فقط کتاب هایشون. متاسفانه اینا سالای نزدیک انقلاب شد و انقلاب پیروز شد و شهید شدش. وقتی که اینشون شهید شد، آقازاده‌هاشون کم کم چند سال با هم باز ادامه دادیم. قرار شد که خودشون مستقلن، چون فقط کارهای خود ایشون رو میخواستن، ما از اونا به اصطلاح وقتی که ازشون جدا شدیم، من خودم یه چند تا کتاب داشتم تألیف کرده بودم و فکر کردیم دست ناشرین بود. ناشرین بسیار گران قیمت، گاهی دانشجو می اومدن میگفتن کتاب شما رو ما خیلی گرانه و نمیتونیم. من فکر کردم که از ناشرین در بیارم و خودم متصدی بشم، با دوستانی که در اختیار خودم هستن و حرف از من گوش میکنن و حرفه به اصطلاح از نظر هدف فقط برایشون نیست که کاسبی بکنن و بهره بگیرن، چون به هر حال ناشر درش یه سرمایه گذاری است که درست یه کار خوبی داره میکنه ولی به هر حال کاسبه. من فکر کردم که این کارو خودم بکنم به اتفاق بعضی از دوستانی که هدفشون هدف فرهنگی بوده. این مرکز رو من تأسیس کردم سال 1361. من الان 29 جلد کتاب از تألیفات خودمه، چند جلد کتاب از تألیفات دیگرانه که همین گروهی که اینجا با من کار میکنن اینها رو تجدید چاپ میکنن، غلطگیری میکنن، تصحیح میکنن و چاپ. ولی در کنار اینجا درس های خودم رو هم همینجا میدم. من دیگه برام آسان نیست برای مثلا فرض کن دانشجو، سه تا دانشجو دکتریه، برم از اینجا تا مثلا دانشگاه تهران. الان دروس دکتری، بعضی از دروس دکتری دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بسیاری از مفید در قم، اینا میان همه تهران، در هفته میان تهران، هر روزی که من معین میکنم همینجا درس. یک درس تفسیر هم در ماهیانه در ماه میدم اینجا،
درس تفسیر عمومی قرآن، ولی افراد خاصی که خودم قبول کنم اونها رو میان ثبت نام میکنن و درسشون رو اینجا یه درس تفسیر قرآن میگم که دو جلدش چاپ شده، روزنامه اطلاعات آقای دعایی گرفته و چاپ کرده به نام روشنگری دینی، و سوم و چهارم میشینه مادم داره در میاد و اونام چاپ میشه. یک جلسه هم پنجشنبه ها به نحو عموم دارم برای همه کسانی که سوال علمی، بحث علمی در مباحثی که تخصص منه و آشنایی دارن میام. معمولا در هفته 7-8 تا سوال مهمی که البته بازم اینا ضبط میشه، گاهی اوقات پیاده میشه و مجموعش هم چاپ میشه بازم. واقعیت این است که کتابخانه من الان که شما میبینید از یک نظم منطقی برخوردار نیست، ولی قبلا بود، یعنی به این صورت بود، چون در رشته های مختلف مطالعه دارم، یک بخش فقه بود، یک بخش بخش اصول فقه بود، یک بخش بخش تفسیر بود، یک بخش بخش کتب ادبی بود، یک بخش بخش تاریخ اسلام بود، یک بخش بخش جغرافیا، یک بخش بخش لغت، تا اینکه قسمت‌های هر قسمتی جدا، یه بخشم نوادر اسمشو گذاشته بودم، یعنی هیچ نمیتونستیم تا یک بخش خاص اون کتابو جا بدیم، میرفت تو بخش نوادر به اصطلاح. The Ethics of War، اخلاق جنگ. این کتاب به نام اخلاق جنگ در ادیانه. قسمت تشیعش رو من نوشتم. این یک مقاله من تو این دارم. Classical Philosophical Questions. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشست. یعنی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشست، یعنی تو منتر از منی، منم، ولی منتر از من توی من. که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی، تو نه مثل آفتابی که غروب و صبحت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. برو ای فقیه دانا به خدای بخش بارا، تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی. نه عجب از آن که دشمن شکنی به روز هیجا، تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی. فروغ بسطامی انصافا خوبم از این تقلید کرده، ولی وزن رو تقلید کرده، نه به این زیبا. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، برای دیگران نشستی، دل دوستان شکستی. سر شانه را شکستم به بهانه تطاول، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی. اونم خوب گفته، ولی به نظر من باز به سعدی نمیرسه. امروز در جهان ما مسئله روز مسئله محیط زیست، که مسئله محیط زیست از یک نگاه مهندسی فنی بسیار محض در آمده و یک نگاه فلسفی دارن بهش میکنن، یعنی فلاسفه دارن به اون نگاه میکنن. احساس کردم یک بحران اخلاقی است دیگه. محیط زیست رو، مشکلات زیست محیطی رو به یک نگاه فنی فقط نگاه نمی کنن، بلکه میگن یک بحران اخلاقی است، فلاسفه اخلاق باید جواب بدن. من وقتی که به این نکته توجه کردم، دیدم واقعیت این است که هم ما در فلسفه اسلامی برای این موضوع پاسخ داریم، هم در فقه اسلامی به این موضوع پاسخ داریم، به خصوص فقه شیعی، به خصوص اجتهاد شیعی. هم در اجتهاد شیعی ما میتونیم برای بحران محیط زیست و معضلات محیط زیست پاسخ داشته باشیم، و هم در فلسفه اسلامی، به خصوص در فلسفه ملا صدرا. لذا کتابی که نوشتم بیشتر از نگاه فلسفی و دینی است، یعنی نگاه فلسفه اسلامی و نگاه فقه اسلامی. این کتاب چند بخش داره، یک بیشتر بخشهاش بخشهای فلسفی است،
بعضی بخشش عرفانی است، بعضی بخشش ادبی است و یک بخشش هم تاریخی است، ولی یک بخش عمدهش که آخرین بخشش بخش فقهی شد. من در مبحث فلسفه اسلامی از دیدگاه حکیم بزرگوار ملا صدرا در اونجا معرفی کردم که نگاه یک فیلسوف اسلامی، یک نگاه، چه نگاهی به طبیعت است؟ طبیعت رو چی میبینه؟ طبیعت رو ابزار خوشگذرانی بشر میدانه یا طبیعت رو تجلیگاه حق میبینه؟ وقتی نگاه کردم دیدم که هم در فلسفه ما این مسئله هست، هم جالبتر از اون عرفای ما این مسئله هست. عرض کردم در یک جای دیگه براتون این شعر حافظ خوندم: مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. اگر یک کسی اینجور نگاه به طبیعت به جهان بکنه و به طبیعت بکنه، آیا دیگه میره محیط زیست رو آلوده کنه؟ آیا دیگه میره دریا رو آلوده کنه، دریایی به این زیبایی؟ آیا میره دل کوه رو آلوده کنه؟ آیا دلش میاد دیگه جو آلوده کنه، فضا رو آلوده کنه، تزییع بکنه، اتلاف بکنه؟ در مباحث ادبی هم اشعاری از عرفا آوردم، از ملای رومی، نظر ملای رومی رو آوردم، نظر سعدی رو آوردم، حالا ملاحظه کنید در اون کتاب. اما در بخش فقهیش، در بخش فقهی بیشتر اونچه که امروز موجب تضییع و تخریب و افساد حقوق در محیط زیست میشه، اینا ریشه های فقهیش هست که حکم شرعیش حرمته، تبذیر حرامه، اسراف حرامه، بهره برداری بیرویه حرامه. بعد از قرآن مجید اونجا، از نظر متون مقدس اونجا بحث کردم. قرآن مجید این نظریه افساد در عرض رو که در فقه یک مبحث خاص داره، اون رو در مبحث محیط زیست برداشت جدیدی ازش کردم. گفتم محیط زیست ما اگر به فساد زمین کشیده بشه، مورد غضب الهی میشه. خلاصه عرض من دیدم ما برای حرفهایی برای گفتن از دیدگاه حکمای اسلامی و از دیدهای فقهای اسلامی، حرف برای ما در این زمینه بسیاره. جالبه که اون کتاب یک جلد بود، دو سه چاپ تا حالا خورده و کتاب اون وقتی کتاب سال شد چاپ اولش بود، اما الان باز هم دارم بهش مجلدات دیگری، چون مقالات زیادتری هم در کنفرانس‌های بین‌المللی هم در خود ایران خودمون درس‌های اخیراً دادم در این زمینه، اونا رو هم بهش بیفزایم، یک جلد دیگری میشه. البته یک کتابی به انگلیسی تألیف کردم، اون کتاب مجموعه مقالات من به انگلیسی است، اسمشو خودم انتخاب کردم، سازمان محیط زیست، الان داره چند روز دیگه از چاپ در میاد. والا عشق تعریفش کار سختی است جناب آقای استاد. تعریف عشق یه امری است که یدرک ولا یوسفه. من عشق به چیزهایی که دارم، عشق به شعر دارم، عشق به خواندن دارم، عشق به نوشتن دارم، عشق به کسان دارم. افرادی رو هم عشق داشتم، چه در جوانی چه هم اکنون، اما نمیتونم توصیف کنم. جاذبه ایست که خداوند در درون یک کسی ایجاد میشه، ولی نمیشه تعریفش کرد. جذبه و اون کشش و گرایشی که اسمش عشق، مرتبه ایست. در قرآن عشق نیامده، حب آمده. حب میگن ریشش از حبه است، یعنی مثل که تو زمین حبه فرو میکنن، این در درون استخوان و در درون قلب کسی فرو میره. حب اینجوره. و از اون بالاتر مودته. مودت اونیست که حبیست که به زبان بیاد و ابراز بشه. اینو عرض کردم الان. این که فرمودین که یعنی چه، واقعیش اینیست که من خودم از کسانی هستم که معتقدم اگر انسان بتونه آموزش بده، در تربیت دینی آموزش بده مردم را به عاشقی با خداوند، نه فقط خوف. پیغمبران آمدن، بش پیغمبر ما بشیر و نذیر بوده. بله، این قرآن مجید ما مملو و از بشارت و انذار هر دو هست، ولی در کنار اون قرآن مجید فرموده که
یحبهم و یحبونه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. قرآن مجید میگه که تجربه پیغمبر رو پیروی کنید، اگه تجربه پیغمبر رو پیروی کنید شما خدا رو عاشق میشید و او شدا هم شما رو عجیبه، عشق دو طرفه اتفاق میفته، عشق دو طرف. این عشق، عشق الهی است، عشق نهایی است دیگه، بالاترین مرحله. اما هر عشقی، هر عشقی از نظر مقوله مقدمه اون میتونه، از نظر مقولی مقدمه برای اون عشق، یعنی میتونه یک درجه، به اصطلاح ملا صدر مقوله به تشکیک، یک درجهش اون عشق مجازی است. اون عشق اگر تکامل و تعالی پیدا بکنه میشه به عشق الهی تبدیل بشه. اینجا واقعیت این است که نحوه سوالاتی که جناب عالی مطرح کرده و به طور طبیعی سخن میگفتید و شیرین سوال میکردید، الفاظ بسیار خوب به کار میبرید، شاید یک باعث شد که ما هم به سوان آمدیم و سخن گفتیم. من انتظار دارم کسانی که در زمان حیات من این رو میبینن، اگر نقدی در زندگی من دارن به من کریمانه منتقل کنن. اولا نگاهشون رو نازنینانه نگاه کنن، چون اون شاعر میگه نازنین جمله نازنین بیند، نازنین باشن و نازنینانه نگاه کنن و به قول حافظ نگاه خطاپوش داشته باشه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد. امیدوارم که اگر در زمان حیات من این رو برنامه ها رو میبینن، هر جا که انگشت نقدی دارم من رو راهنما باشن، هادی باشن، که اگر چند سال دیگه هم در خدمت مردم هستم بهتر خدمت بکنم و خودم رو اصلاح کنم. و اگر بعد از من در زمانی که سر به تیره تراب فرو برده ام و نقاب خاک بر چهره کشیده ام درن میبینن، برای من طلب مغفرت بکنن و از خدای من برای من رضوان واسعه حق متعال رو بخواهن، که جوار حق جوار مهربانی و دوستی و محبت اله، از خدا برای من چنین مقامی رو بخواهم که امیدوارم خودشون هم روز به روز برای این آب و خاک خدمتگزار مفیدی باشن. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود ما بران سری. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند صدها فتاده اند که ما سید لاغری؟ اگر غزل از سعدی میگذارید این غزل رو بذارید.